خدا با برنامه تلاش خوش آمده. تشویق دوستان. سلام و خسته نباشی دارم خدمت حاضرین در تالار، بیننده های عزیز. امیدوارم هر کجایی که هستین صحتمند و سرحال بوده باشید. حکیم الله فروتن هستم و در یک برنامه چالشی، تفریحی و جذاب تلاش شما عزیزان را همراهی میکنم و امیدوارم تا آخری بیننده باشید و فقط و فقط لذت ببرید و کیف کنید. قبل از اینکه بریم به سوی آغاز برنامه، در نخست در مورد روندش به شما باید معلومات بدم، بعد میریم و برنامه را آغاز میکنیم. برنامه تلاش که از دو تیم 5 نفری در دو مرحله باید با هم رقابت کند. در مرحله اول 4 بازی هست، هر بازی 10 امتیاز داره. دو تیم مجبور هست که از این 4 بازی بیشترین امتیاز را کسب کنه تا اینکه زمین از اینکه 5 ضربه دریافت خواهد کرد و مرحله دوم یا بازی پایانی راه پیدا خواهد کرد. اینکه چی کسی میتونه که جایزه بزرگ برنامه تلاش را از آن خود کند، تا پایان اگر بیننده باشید حتما مشخص خواهد شد. و ها، بازی آخر ما بازی خیلی خطرناکی هم هست. احتمال از این هم داره که کسی نتونه که به او جایزه بزرگ دست پیدا کند. یعنی در کل 10 اشتراک کننده است و فقط برنده می داشته باشیم، او برنده جایزه بزرگ تلاش از آن خود خواهد کرد. پیش از آغاز برنامه در نخست با دو تیم معرفی میشیم. به افتخار هر دو تیم. بله دوستان عزیز، دو تیمی که حاضر هستن، یکی تیم قهرمانان هست و دیگری هم تیم آزادی. هر دو شما تا که قهرمانی مسابقه جام تلاش را از آن خود کنه. قهرمان کسی خواهد شد که بیشترین تلاش را کنه. ببینیم که سرانجام در این برنامه کی قهرمان خواهد شد. اول از تیم قهرمانان شروع میکنیم که سر تیمش آقای محمد علی نوری هست و همچنین در تیم آقای علی نوری محمد امان حمیدی، ابوالفضل یوسفی، سید نوید سادات و همچنین ضیاءالله هوتک حضور دارن. آقای محمد علی نوری، میشه که برام بگین که اول خودت معرفی کنین؟ محمد علی نوری هستم، عضو سرتیم تیم قهرمانان. چطور اینا ما در تیم خود انتخاب کردی؟ به خاطر اینکه دوستانم خودش قهرمان است. یه تیم دیگه چی است؟ تیم دیگه من خود قهرمان شوم پیش شما. خب به هر حال ببینیم که واقعا شما قهرمان هستین میشین یا خیر. میریم به سوی تیم آزادی که سرتیمش آقای احمد فرهاد هست و همچنان حامد امیری، بکتاش فرمولی، صدیق صالحی، حسین محمدی هم کسانی هستند که در تیم عضویت میکنن و برای رسیدن این تیم به مرحله دوم خیلی هم تلاش خواهند کرد. خب از احمد فرهاد جان شروع میکنم. احمد فرهاد جان خود کوتاه معرفی کو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون طلوع. احمد فرهاد نوری هستم، سرتیم تیم آزادی. بسیار خوب. حریف چلنج داد که تیم شکست بدیم و تیم قهرمانان در اونجا است. چی فکر میکنی؟ آیا واقعا همین اتفاق رو خواهد داد؟ نام تیمشان قهرمان است، من قهرمان ما میشیم. به شک وقت هار آزادی. و تو تیمم به طور کامل معرفی شده که دو تیم قرار است کیها بیان این بازی را انجام بدن و سرانجام کیها برنده خواهد شد. دو تیم آزادی هست و همچنان قهرمانان، ولی در بازی اول حالا به نمایندگی تیم قهرمانان امان حمیدی آمده و به گفته کاپیتانشان که خیلی نشانزن خوب هست. ولی ببینیم که واقعا نشانزن خوب هست یعنی. امان جان، تجربه بازی نشانزنی را خود داری یا نه؟ بله خوبتر هستم، بعد نیستم. هم در تفنگ بادی و هم در توپ میتونم نشان خوبتر از بعد نیست. با بادی بوده گه، حالا با تو باید نشان با بگیری. چی فکر میکنی؟ میتونی که امتیاز زیاد را بیاری به تیم خود؟ کوشش میکنیم دیگه، ببینیم چی میشه انشالله. فاصله تو با قوطی فقط 6 متر است. خب میتونی که از 10 توپ خود 10 امتیاز به تیم خود بیاری. هر قوطی را که بندازی یک امتیاز داره. اگر 10 قوطی را چپش شد 10 امتیاز کامل را میگیری. موفق باشی. دوستای عزیز، کسایی که طرفدار قهرمانان هست تشویق کنین. میری به سوی توپ اول. امان جان تو با اول به هدف هست و هدف از صحیح بگی. دوم به هدف رفت. امان جان زیر تاثیر رفت و نظر سوم هم نتیجه نمیده. چهارم که بله سه تارا چپه کرد. پنجم هم به هدف هست. باید امتیاز زیاد رو بگیر. امان جان دقت را زیادتر کن، دقت را زیادتر کن. امان جان آره خیلی عالی، خیلی عالی. فقط 4 توپ، 4 توپ تا امتیاز کامل. بازم توپ نمیخوره به هدف و حالا خیلی عالی. بسیار زیبا کار کردی. اما اونجا آبروی تیم تا خریدی. در اول خیلی ضعیف کار میکردی ولی در آخر خیلی خوب کار کردی. 8 امتیاز را به تیم خود آوردی و مطمئن هستم در بازی دوم تیمت با اعتماد به نفس بالا میاد. حالا نوبت تیم آزادی هست تا حداقل 9 توپ را چپک کنه و بتونه که از تیم قهرمانان پیشی بگیره. خب فرهاد جان، خود آمدی، خود سرتیم هم هستی و انتخاب اول را خود کردی. یعنی شانزن خوب هستی به نظر. خوب هستم نسبت. میتونی که نقطه را چپک کنی؟
ان شاء الله میشه. اگه نکنی مسئولیت به دوش خودت است. اگه تیم ما بازه مسئولیت خودت داری، اگه ببارم بدون شک امتیاز به تو میرسه. درست است؟ پس کوشش کن نشانت دقیق بگی تا که بتونی تیم قهرمانان در بازی اول شکست بدی. درست است؟ با افتخار فرهاد جان و تیم آزادی تشویق. تو به اول به هدف، تو به دوم. خیلی عالی، فقط سه تو. سه تو به دیگه تو برنده شدن یا تو هدف نمیخوره. ببینیم که فرهاد جان میتونه که 10 امتیاز کامل از آن خود کنه یا نه. حداقل یک امتیاز دیگر هم بگیره مساوی خواهد کرد. فرهاد جان بازم فرصت داره و بازم تو به هدف نخورد. چی میگه فرهاد؟ فقط دو توپ دیگه، دو توپ، سه امتیاز، 10 امتیاز کامل. آخرین توپ است، دقت رو بیشتر بسوز اگر بتونید 10 امتیاز کامل رو بگیرید. بله، متاسفانه که تیم آزادی بازم تشویق کنه وقت خواهر دیشان. خب در بازی اول خیلی سعید کار کردی، چی فکر میکنی بازی دو میتونی که چیپران کنی؟ میشه انشالله و کمک هم تیمیایی. خب ببینیم که چی خواهد شد. امان جان کارت خیلی عالی بود، 8 امتیاز کامل در گرفتی و با 8 امتیاز البته نزدیک آمه است میتونی که در بازی دوم فرهاد جان جبران هم کنم، ولی به هر حال کار تو عالی بود، تو مسئولیت خود را به بهترین شکل ممکن انجام دادی، انشاءالله که موفق باشی. خب دوستای عزیز، در بازی اول تیم قهرمانان 8 بود و تیم آزادی 7. بازی دوم هم در راه هست، مطمئن هستم از دیگر جذابتر دنبال خواهد شد. ببینید که سرانجام کی برنده میشه. میریم سوی یک وقفه کوتاه و دوباره زود برمیگردیم. یک بار دیگر و با برنامه تلاش خوش آمدید. دوستان عزیز، مرحله اول هست و بازی دوم. در بازی اول تیم قهرمانان با اختلاف اندک 8-7 برنده شد، ولی هنوز هم شانس داره تیم آزادی تو اختلافات امتیاز خود را برابر کنه یا هم بیشتر. ولی بازی دوم بازی کاملا متفاوت خواهد بود، چون هدف هست، یعنی 10 توپ هست و 10 امتیاز. اگر حسین جان به نمایندگی تیم آزادی بتونه که 10 توپ را تبدیل به گل کنه، 10 امتیاز کامل از اون خود خواهد کرد، ولی در سمت مقابل دو مدافع هم هست که مانع گلزنی حسین جان خواهد شد. ببینید که سرانجام کی موفق میشه و کی بیشترین امتیاز از اون خود خواهد کرد. حسین جان فوتبال بازی میکنی؟ فوتبال نه خیر. نمیکنی؟ هیچ علاقه به فوتبال نداری؟ تجربه ای از بازی را داری که تو برای تبدیل به گل کنی؟ نه خیر. اولین تجربه ایت هست؟ بله، اولین تجربه هم هست. چی پیش بینی میکنی؟ تمامش گل میشه دیگه. به افتخار حسین جان علاقمندان تیم آزادی. و همچنان ضیا جان، خود طرفدار کدام تیم هستی؟ طرفدار رئال مادرید. رئال مادرید. خب میتونی که مستر راموس وارد توپ حسین جان دفاع کنی یا نه؟ بله، 100%. خود میدان بوس معلوم میشه که چی خواهد شد. و همچنین ابو فضل جان، خودت چی فکر میکنی که 10 امتیاز کامل های حسین جان خواهد گرفت؟ بخیر نمیتونه پیش مو. نمیتونه؟ یعنی مطمئنی هستی که تو اجازه نمیدی؟ درست است؟ خب دوستای عزیز، با تشویق شما میریم و بازی رو آغاز میکنیم. درست است؟ با 3-2-1 بازی آغاز خواهد شد. تو با اول برو. ببینید که تو با اول حسین جان تبدیل به گل خواهد شد. موقعیت هست. بله، گل اول. بله، گل اول شد. تو به دوم، تو به دوم. بازم چانس تا این تو تبدیل به گل شود، ولی ضیا جان هم مس کرد. حالا دیگه تو تبدیل به گل نمیشه. بازم چانس هست. تو به سوم، تو به سوم. موقعیت هست و کاملا کج زدی حسین جان. تو به چهارم، تو به چهارم. چیزی نمانده که تبدیل به گل نشه. بله، نشد. کاملا کج بود. تو پنجم، حسین جان بعد خط. موقعیت هست و تو بگه مانع میشه ابوالفضل جان. تو به بعدی فقط یک گل کردی و یا کاملا کج. تو به بعدی شانس از دست نده حسین جان، امتیاز نیاز داره. موقعیت هست. بله، ابوالفضل عالی کار کرد. 3 توپ دیگه و فقط یک گل داری، فقط یک گل. بله، ابوالفضل جان بازم تو به دفاع میکنم. حسین جان شانس داره تو برنده بیشتر امتیاز شد. بازم دفاع. و آخرین توپ، آخرین توپ و آخرین شانس. ببینیم که حسین جان چیکار خواهد کرد. برو بخیر، برو. موقعیت نیست، توپ کاملا کج بود. بله دوستای عزیز، حسین جان از 10 تو فقط یک توپ را تبدیل به گل کرد که امتیاز خیلی کمی هست. با این یک امتیاز فکر نکنم که بتونی به مرحله بعدی شما راه پیدا کنی، ولی به هر حال ببینید که مدافعین تیمتون چی خواهد کار خواهد کرد. ابوالفضل جان قسم گفته بودی بسیار عالی کار کردی. بله میتونه که ما برنده شیم. بله ببینیم که هم تیمی‌ها چی کار خواهد کرد. بله. میریم به سوی تیم قهرمانان. خب دوستان عزیز، حالا دیگه تیم قهرمانان حالا مهاجم داره با اسم سید نوید.
که باید گل بیشتر به ثمر برسونه و اختلاف امتیاز خود را از تیم آزادی بیشترتر بسازه. ببینیم که چیکار خواهد شد. سعید نوی جان خود فوتبال هم بازی می‌کنی؟ بله. در کدام تیم هستی؟ در تیم ملی 16 سال افغانستان. در تیم ملی 14 سال هم هستی؟ 16 سال. پس دیگه شانس خیلی زیاد داری که مثلا بتونی گل توپ رو تبدیل به گل کنی. خب ببینیم چی میشه. و همچنان شما چی فکر می‌کنین که آیا می‌تونین که توپ رو دفاع کنین و نبون یک توپم تبدیل به گل شوه؟ بله 100%. هر چقدر که توپ تبدیل به گل شد فکر کنین که شما امتیازتون خیلی عقب میشه. درست است؟ پس باید آخرین تلاش خواهی کنین تا اجازه ندین که توپ تبدیل به گل شوه. آماده هستی خودتون بکتاش جان؟ میریم به سوی آغاز بازی. تشویق دوستا، توپ اول دبرو نوی جان، توپ اول ملکت هست. دونی که چیکار خواهد شد و توپی که نه تبدیل به گل شد. گل اول حالا بس ما میرسه برای بس سوی توپ دوم. دونی که نوی جان چیکار خواهد کرد؟ توپش کج است ولی دفاع شد، ولی دفاع هم شد. توپ سوم هم بینی گل میشه یا نه؟ موقعیت هست و بازم دفاع. خیلی عالی کار میکنین. بریم از توی توپ چهارم. بازم شانس گل دوم را داری و بازم دفاع. خیلی عالی کار میکنین. موقعیت هست. ببینیم که توپ کجا میره و بازم دفاع. دفاع بکتاش جان خیلی عالی هست. توپ بعدی بینی گل میشه، بازم دفاع. خیلی خونسرد رها میکنی. میتونی که تیزتر رها میکنی که نوی جان. ببینید که توپ لدیل گل میشه، باسم دفاع عالی هست. دفاع آزادی خیلی خوب بود. باسم موقعیت هست برای تیم قهرمانان و باسم توپی که لدیل و گل نمیشه. دو توپ و فقط یک امتیاز دارن. ببینید که چیکار خواهد شد. یک بار دیگر توپ را دفع کردن، توپ به آخر و توپی که وعید از گل شد و بله. خب قهرمان هم فقط تونست که یک امتیاز را کسب کنه. در مجموع 9 امتیاز قهرمان هست و 8 امتیاز آزادی. بازم اختلاف قهرمانان خیلی بیشتر است. کار تولی بود. حداقل تونست یک امتیاز را هم خوب بگیری. به نظرت چرا توپای 9 توپ دیگه تبدیل به گل نشد؟ خب چون که توپ از این سلو میشه و دفاع تیم حریف هم بسیار خوب عمل کرد. خب شد دیگه. چانس است. خب پاسه فقط یک امتیاز است. درست است، باز هم شانس دارن که در بازی سوم جبران کنیم. ولی برمیگرده به اینکه کاپیتانتون چه کسی انتخاب میکنه. به نظرتون در بازی سوم ممکن است که اختلافتون از تیم قهرمانان که بیشتر شود؟ بله ان شاء الله. ان شاء الله میگین. ولی بازی هیچ معلوم نیست. چرا؟ 100%. خب چی فکر میکنی خود بکتاش جان؟ فکر کنیم ما نتیجه میگیریم چون شخص را انتخاب کردیم که لیاقت این بازی را داشت. خب تواناییش داره ان شاء الله. نتیجه میگیریم. یعنی بویسی هم میگین مطمئن هستی قهرمانان هم شکست بدیم؟ نتیجه میگیریم. خب دوستان عزیز، در پایان بازی دوم 9 امتیاز قهرمانان داره و همچنان 8 امتیاز تیم آزادی. ولی در بازی سوم شانس هست. ببینید در بازی سوم چه کسی میتونه که امتیاز بیشتر را کسب کنه. خب دوستان عزیز، تا سوره‌های بعد بازی سوم برگزار خواهد شد. زود برمیگردیم. بله دوستان عزیز، اینجا استیج بزرگ برنامه تلاش است و ما اکملا فروتن شما ایزان را همراهی خواهم کرد. دوستان عزیز، مرحله اول هست و بازی سوم تا دقایق بعد آغاز خواهد شد. دو بازی اول را به سر گذاشتاندیم. در دو بازی اول تیم قهرمانان 9 امتیاز داره و تیم آزادی 8 امتیاز. اما بازی سوم کاملا متفاوت خواهد بود و خیلی هم بازی خطرناک هست. به نمایندگی تیم آزادی حامد جان امیری آمده و همچنان به نمایندگی قهرمانان هم ابوالفضل آمده تا 10 امتیاز کامل این بازی را از آن خود کنه. نام بازی سرعت هست و هر کس تانست که این مترا را از فاصله 9 متری به طرف خود کش کنه و از این خط عبور بته 10 امتیاز کامل دریافت خواهد کرد. البته وقت هم داره این بازی که وقتش هم 4 دقیقه هست. ببینیم که سرانجام چه کسی میتونه 10 امتیاز کامل را از آن خود کنه. خب حالا میریم که از ابوالفضل شروع میکنیم به نمایندگی تیم قهرمانان. در بازی دوم خوب بازی کردی و خوب توپ را دفاع می‌کردی. چی فکر می‌کنی که در بازی سوم می‌تونی که 10 امتیاز کامل را به نفع تیم خود کسب کنی؟ بله با امید خدا می‌تونم کسب کنم. ورزش اندام کار کردی؟ نه خیر نه. می‌فهمی که وزن‌های این مترک‌ها گرچه خیلی شاید سبک معلوم شود ولی خیلی زیاد است و باید از فاصله 9 متری طرف خود کش کنی. باید مشت دست خیلی قوی داشته باشی. امکان پذیر است که این کار را انجام بدی؟ چرا امکان پذیر نیست؟ میشه. کم انرژی که میگی ولی به خاطر نگفتم میشه. خب هر حال من سر نماینده تیم آزادی حامد جان امیری. حامد جان جسامتن خیلی لاغر بالو میشی نسبت به حریفت.
میتونی که 10 امتیاز به نفع تیمت کسب کنی؟ بله میتونم 10 امتیاز به خود کسب کنم. در دو بازی اول تیمت خیلی ضعیف کار کرد و همیشه امتیازشون کم بود. به نظرت مشکل در کجاست؟ مشکل از سر تیمتان است یا ورشکارهایی که انتخاب میشه اینجا که من خرابی میکنم؟ نه خیر، مشکل از سر تیم ما نیست، چون سر تیم ما نفرهای قوی تر انتخاب کردن، نگه سر استیج که آمدن نگه ضعیفی نشان دادن. خب بس تحت تاثیر میدن. بله، هدف خود چیز در بازی حاله؟ هدف خودم نگه برد است، کسب ده امتیاز کامل است. یعنی میگی میتونی؟ بله آمد. اگه کار انجام بدی بازی سرنوشت ساز خواهد بود بازی چهارم. خب دوستای عزیز، بازی سوم مرحله اول هست. تا 3-2-1 بازی سرعت آغاز میکنیم. 3-2-1 شروع. بله دوستای عزیز، حالا حامد امیری تو مدر شرکت کرد به طرف خط عبور. ببینیم که سرانجام ابو فضل میتونه که حالا به این مدر برسونه یا هم نه. دقیقه فقط 4 دقیقه وقت دارم. در 4 دقیقه کار سخت نیست، ولی تلاش خیلی زیاد نیاز است این که این مدر به هدف برسونه. گرچه مدرم وزنش خیلی زیاد هست، ولی ببینیم که سرانجام کی برنده میشه، نماینده از قهرمانان و یا هم نماینده از تیم آزادی. حالا ابو فضل کارش عالی شد، از همینش پیشی میگیرد. ابوالفضل امیری قبلا موترش جام کرده، من حیفه مشکل در کجاست. امیری سر تلاش کن، امتیاز کم داری، باید توی 10 امتیاز و دستی داری، ولی به هر حال ابوالفضل تلاش زیاد. تشویق کنه دوستا، تشویق رویمته. ابوالفضل کارش عالی هست، دقیقه هم کم مونده، ولی بیدیم که ابوالفضل میتونه کارش با خودی انجام بده. برای هم خیلی موترش خیلی آسان حرکت میکنه و از امیری سر که اصلا مزیش نیست. نمیشه که تیر خلاص میشه. ابوالفضل چانس داره. خیلی کم مونده. دقیقشم کم هست. دقیقشم کم مونده و همچنین فاصله با خط عبور هم خیلی کم است. ابوالفضل پسر خیلی قوی و خوش هیکل هم بالون میشه. امیری صاحب مشکل در کجاست؟ تلاش کن، میتونی بازم. دوستا تشویق. و امیری روحیه بتیم تا تیم آزادی رو به 10 امتیاز برسونه، ولی ظاهرن به نظر میرسه که ابوالفضل برنده خواهد شد و 10 امتیاز از مرحله سوم، البته از بازی سوم از آن خود میکنم. خیلی کم مونده، دقیقه هم کم است. از همین تو کهان استاب شده بین مشکل در کجاست؟ تلاش کن، میتونی تلاش کن، روزم شانس داری، نامید نباش. ابوالفضل هم شمی خود عزیز داده، ولی فاصله کم مونده، فاصله خیلی کم است. و 10 امتیاز تیم قهرمانان نزدیک شد. می‌بینیم که 10 امتیاز اعضا رو خود می‌کنن با هم خیر. باید کاملاً از خط عبور کنه، کاملاً. کم مونده، خیلی کم مونده. بله، ظاهراً به نظر میرسه. برو. از خط عبور بده، ابو فضل کارش عالی بود. و بله، به افتخار قهرمانان. خب دوستان عزیز، در بازی سوم مثل بازی اول و دوم تیم قهرمانان نمایندهش خیلی خوب کار کرد و 10 امتیاز کامل را از آن خود کرد. فاصله حالا شد تقریبا 11 امتیاز اگر اشتباه نکنم. 19 خودت شدی و 8 شما شدین. بازی چهارم بازی فاینل هست و فوق العاده سرنوشت ساز. مشکل در چی بود امیری صاحب؟ چرا؟ والا کم عرق کرده بودن. بله. امی حالت او هم داشت، ولی او بتوانست کار خود تمام کنه. ابو فضل جان چون صحیح تو قرار بود که 10 امتیاز رو بگیری، گفتیم که برمایندگی از تیم آزادی که من 10 امتیاز رو بگیرم. خب به هر حال امیدوارم که در بازی چهارم خوش شانس باشین، بتونین که بازی برگردین. سه بازی اول اینا خیلی خوب کار کردین. ابو فضل جان، همانند بازی دوم کارت عالی بود، خیلی خوب کار کردی. چه حس داری امیاله؟ دستای خیلی قیم بلند کو، انوزام قدرت داری؟ بله. سخت بود یا آسان؟ نسبتا سخت بود، ولی تیر شد. اگه توانایی داری که پاس شروع میکنیم دوستا، توانایی داره ابو فضل پاس سر میگیره، درست است؟ شوخی میکنم دیگه، خیلی خوش شد. ولی به هر حال ابو فضل جان کار خیلی عالی بود. بازی چهارم بازی سرنوشت ساز است. اگر تیمت برنده شود، کنار از اینکه 5000 افغانی از آن خود میکنی، مستقیم خود هستی، باید خود بگیری بس. تیم نته خب، چون دو بازی خوب کار کردی. مستقیم میریم به بازی فاینال، به بازی پنجم که خیلی بازی جذاب خواهد بود. خب دوستان عزیز، بازی چهارم هم تا دقایق بعد آغاز خواهد شد، اما قبل از او یک وقفه که خیلی کوتاه داره.
بینندگان عزیز یک بار دیگه شما را خوش آمدید میگم به برنامه تلاش مرحله سرنوشت ساز است. البته بهتر است بگویم که بازی سرنوشت ساز است. ببینیم که سرانجام چه کسی برنده خواهد شد و چه تیمی میتونه 5000 افغانی را هم گرفته مستقیم بره به بازی مرحله دوم یا فاینال. خب در سه بازی نخست تقریبا 8 امتیاز تیم آزادی داره و همچنان 19 امتیاز تیم قهرمانان. ولی این بازی سرنوشت را مشخص می‌کنه، چون که بازی چهارم ما 15 امتیاز داره. اگر تیم آزادی بتونه که 15 امتیاز کامل از آن خود کنه، باز هم برنده هست و مستقیما میره به بازی نقطه آخر یا فاینال. ولی شانس داره. ببینید که آزادی چیکار خواهد کرد. محمد علی نوری از تیم قهرمانان که کاپیتان هم است، اولین بازی خود در مسابقه امشب انجام میده و حالا اومده که سرنوشت تیم خودش تعیین کنه و تیم ببره به بازی فاینال. و همچنان باسم از تیم آزادی نمایندگیش حامد جان امیری میکنه. حامد جان، بازی سوم را خیلی کند کار کردی. باز گفتی که دستای ما رخ کرد، خب؟ مشکل کجا بود؟ مشکل دایم عرق بود دستای ما عرق بود. مقصود ده امتیاز عزیز دادی، از این خاطر کل چیز به نفع تیم قهرمانان شد، درست است؟ بله. چون سوری که در بازی چهارم 15 امتیاز کسب کنی و تیمت چند کنی 23 امتیازی کنی مستقیما بری به بازی فاینال، آمادگی داری؟ بله آمادگی دارم، تلاش بکنیم که پیش بریم. حریفتان حریف دست کم نیست، مقصد کاپیتان تیم است و گفت که ما قهرمان هستیم. بله، چون ببینید نه در بازی واسه چی میشه. خب ببینیم که چی خواهد شد. بله. حالا من سر محمد علی جان نوری. علی جان، تو در سه بازی اول اصلا حضور نداشتی و سه بازیکن دیگر انتخاب کردی، درست است؟ سه بازیکن تو ماشاءالله خیلی عالی کار کردن، 19 امتیاز کسب کردن. ما که بگم روی خود چی فکر میکنی بازی چهارم را اگر اشتباه کنی، اگر ای بنده خدا برنده شوه، کل زحمات تیمت خراب خواهد کردی، چی پیش بینی میکنی؟ پیش بینی خب ببینید کوشش خدا میکنیم که چی میشه ان شاء الله. دیگه کار آسان هم نیست که بگم کار آسان باشه، دیگه پیش بینی کنم بگم این کارم میکنم، کوشش خدا میکنیم دیگه ببینیم چی میشه. خب صحیح است، ببینیم که سرانجام چی کس موفق خواهد شد. هر دوش بگم ما کوشش میکنیم. خب دوستان عزیز، بازی چهارم ما بازی عبور هست. بازی عبور یعنی عبور از موانع، موانعی که در او چسب گرفته شده، حتی در لباسای دو اشتراک کننده هم چسب گرفته شده. بازی اول زمینی اجرا بشه که باید مثل کماندوها وارد زمینی از این موانع عبور کنن. بعد که عبور کردن مستقیما میان استاده، از اینجا باید عبور کنن. بعد که از اینجا عبور کردن مستقیما باید بیان این زنگ تمام را بزنن. هر کسی که زودتر این کار را انجام داد برنده 5000 افغانی و رفتن به فینال، تیکت فینال را دیگه دریافت میکنه به گفته فوتبال دوستا. و اگر تیم قهرمانان 15 امتیاز کسب کنه که قطعا قهرمان بود، قهرمان خواهد شد و اگر کسب هم نکنه باز هم قهرمان است. اما تمامی تلاش را باید حامد جان از تیم آزادی کنه که 15 امتیاز را خیلی سخت این تیم نیاز داره، باید کسب کنه. درست است حامد جان؟ آماده هستی؟ برو بخیر در جای دیگه، ببینیم که چی خواهد کردی. دوستان عزیز، تشویق شما سرنوشت این بازی میتونه که رقم بزنه، پس تشویق فراموش نکنین. تا 3-2-1 شروع میکنه. خب آماده هستین؟ 4.5 دقیقه وقت دارین، درست است؟ 4.5 دقیقه باید این فاصله را طی کنین. تا 3-2-1 شروع میکنیم. 3-2-1 شروع بخیر. خب دوستان، این تشویق دوستان در برای تیم آزادی قهرمان ها، ببینید که چیکار خواهد کرد. بیان علی جان خوب کار میکنه ولی کار بسیار سخت شد. من نمیفهمم که حامد جان کجا میره. حامد جان از کن میخواد که عبور کنه و چیزی نمونده. بعد علی جان بن مونده در پایه سوم یا موانع سوم، ولی حامد جان کار شوری است. از میره نگی حامد جان. حامد جان از میره نگی، بیده نیست، از میره نگیره بودم سخی. آفری، بیا آها، از میله حق گرفتن ندارین. حامد جان بسته رها کن حامد جان، میتونی کم ماده. میبینی که حامد باید 15 امتیاز از آن خود کنم. میله را ما کم نگی، میله را حق نداری، خب فقط در بنگ حرکت کن. علی جان چی میکنی؟ علی دوستا تشویق، شما ایزا تشویق، میله را حق نداری چی جان؟ میله بار خد بره، خطا خود که آمدی، فقط فاصلهش خیلی کم شد برای قهرمانی. بله کم نسته ما کم 15 امتیاز حامد به حامد خواهد رسید. علی هم اضافه میشه، علی هم اضافه شد، شانس در اینجا هم زیاد میشه. یعنی که چیکس سرانجام برنده خواهد شد. 15 امتیاز به کی میگیره و کی میره به فاینال؟ علی جان بند مونده و همچنان حامد جان میله را مکم نگی، میله از میله مکم نگی، دوست رها کردی. علی جان میله را مکم نگی، آفرین خیلی عالی. ببینید دوستان عزیز
فقط فاصله خیلی کم مونده، فاصله خیلی کم مونده برای اینا مثل موسی که در چسبک بند ما بند مونده. اینو که سرانجام کی بنده خواهد بود. بله دوستان عزیز، بله. حالا زد، بله زنگ تمام را زد. با حامد تیم شبک کامبک برابر کرد و 15 امتیاز کامل را حامد از آن خود میکنه و با این 15 امتیاز جمع 20 امتیاز میشه و میره به دور فاینال و همچنان 5 رفتی برنده شد. افتخاره. سبب این دوستان که حامد به چی وضعیت به اینجا رسید این رو باید مشاهده کنیم. علی جان تو خودم تو اونجا برو. دوستان عزیز که من کمک میره. امرام کمک کنه از خیرت خیلی زود باز شوه. اینجا باز کن. اینجا بیار. ببینید دوستان عزیز حالا ببینید که لباس حامد در چی حال است. و چه تلاش تانست که تیمش را از نابودی بله. دوستان عزیز ای از لباس حامد جان که ببینید که پاره کرد ما را تاوانی ساخت ولی تیم برنده ساخت. باز تشکر کنید دوستان عزیز. با تلاش خیلی زیاد خود تانست که لباسای ما را پاره کنه و تیم را 23 امتیازی کنه. خب حامد جان تبریک باشه. 23 امتیاز کسب کردی و علی جان شما 19 امتیازی باقی ماندین. تیمت خیلی خوب کار کرد. خودتون خوب کار کردی ولی در آخر شانس نداشتین. لباسای خودتون میفنشا بده ببینید دوستای عزیز یم تلاش خود کرده. یا ما را به نقصان رساند ولی نتونست دیگه تیمش برنده بسازه. به هر حال شما برنده 5000 افغانی هم شدین. رفتین به بازی نقطه آخر. باستم دوستای عزیز تشویق کنید. علی جان درباره سختی مسابقه برام بگو. مایک بگم روی خود. چقدر دشوار بود مسابقه؟ مسابقه بسیار مشکل مسابقه بود به خاطر که بسیار زور کار است و یکی لباسایش سمسه لباس نبود که اگر چی میکنیم یریفم که مار برد تاله کرد که لباس شکنده شد و یکی دست ما محکم گرفته بود. اگر دست محکم نمیگرفت بار بعدی برای پیراندنبان فرامش میتین. سعیس پیراندنبان هرچی فرمایش میتین سعیس هم اگر بازم. علی جان گفتی دستای ما کش کرد. نه اعتراض داشتی. کش کردی دستایش باش بوده مایکا؟ نه خیر کش نکردم در اون حالت که چسبیده بود در جانم ما دست میزدن دست ما در جان ازیم نیخورد اما چسب نیمون من چسب چیز کنم درست است. خب دوستای عزیز جذابیت مسابقات تلاش همی هست که هر مسابقه سختی های خاص خودش همی داشته باشه ولی کسی موفق میشه که بیشتر تلاش کنه. حالا تو اگر امتیاز بازم براتون یادآور میشم که 19 امتیازی باقی مانده. متاسفانه که شما از گردونی مسابقات حذف شدین و همچنان حامد جان امیری تیم آزادی برد به مرحله بعدی مسابقه و برنده 5000 افغانی هم شدی و همچنان یک دو نفر اونجا سوال کردن که اگه برنده شدی بر دادن انرژی میخرم. خب یک انرژی از من هست. درست است. بینندگان عزیز تیم آزادی 23 امتیازی هست و تیم قهرمان هم 19 امتیازی. تیم آزادی مستقیما رفتن به بازی نقطه آخر که بازی آخر هست و بین اعضای تیم برنده برگزار میشه و سرانجام یک نفر برنده جایزه بزرگ برنامه تلاش خواهد شد. اینکه چه کسی خواهد بود تا آخر با ما همراه باشید. حالا نوبت وقفه هست و یک وقفه کوتاه میگیریم و زود و زود برمیگردیم.
بینندگان عزیز، به قسمت پایانی برنامه تلاش خوش آمدید. مرحله اول را سپری کردیم، چهار بازی خیلی جذاب را پشت سر گذاشتندیم، ولی در چهار بازی امتیاز کامل آزادی گرفت و تانست که به مرحله دوم یعنی بازی نقطه آخر خود را برسانه. ولی بازی نقطه آخر از چهار بازی اول کرده هیجانش خیلی زیاد هست، چون قرار است بین اعضای تیم برنده برگزار شود. اعضایی که متحدانه تا مرحله دوم خود را رساندن و 23 امتیاز را کسب کردن، کامبک زدن، زحمت کشیدن و حالا وقتش رسیده که از بین این 5 نفر یکی به جایزه بزرگ بازی نقطه آخر برسه. بازی نقطه آخر قسمی است که اسمش دیگه در کل یخمولک وارسته، اگر قسمی که تصویر بک ما مشاهده میکنین 5 نفر هست که من اعضای تیم حاضر یک بار دیگر نامشان میگیرم با رنگای لباس شد. لباس سرخ احمد فرهاد جان پوشیده، لباس سبز حامد جان، لباس سیاه صدیق حسین هم لباس آبی رو برتن کرده و بکتاش جان هم لباس زرده. مواد لغزنده در او رای زینا در او یخمالک چرب شده که رسیدن به جایزه بزرگ برنامه تلاش یعنی 10,000 افغانی کار خیلی سختی است. ولی ای که چی کسی میتونه به او جایزه خود برسانه 7.5 دقیقه فرصت دارن. ببینید که سرانجام کی برنده میشه و کی میتونه که با 10,000 افغانی این برنامه را ترک کنه. خب به هر حال تا 3-2-1 میریم و برنامه را آغاز میکنیم. آماده هستین؟ دوستا تشویق فراموش نکنین. 3-2-1 میریم از سوی آغاز بازی. ببینید که چی کسی میتونه خود به جایزه 10,000 افغانی برسونه. حامد جان از کد یک قدم پیشتر رفت. ببینیم که حالا پاش کنش کردن همگی رفتن به آخر. بازم شانس هست. فرهاد جان تعادل خود از دست میده. ببینیم که بکتو چیکار خواهد کرد. بازم آمد رفت و بازم ببینیم که اجازه نمیتن که بر طرف پول 10,000 افغانی. حالا چانس خیلی خوب برای حسین جان. حسین هم گرفتن و رفت. تقریبا 30 ثانیه رو به سر گذاشتندیم. ببینیم که فرهاد چی کار خواهد کرد. خب فرهاد به طرف جایزه روان است. فرهاد و پایش بازم گلش رو نجایی رفتن. حامد فیلن یک توضیح میکنم تا حالا آمدم با دو نفر دیگر رفت. حالا حسین ببینیم که چی کار خواهد کرد. حسین به تنهایی پیش میره طرف 10,000 افغانی. ببینید کسی مانع خواهد شد یا نه. بله، حالا حامد همراه با بکتاش یک جا رفتن. ببینیم که نفر بعدی حامد. دوستان عزیز تشویق فراموش نکنید. تشویق حامد بازم تناست. و ببینید که حرکت کردن در این راه زینه خیلی سخت است، چون که مواد لغزنده چرب شده و کس نمیتونه به آسانی خود به 10,000 افغانی برسونه. باید جنگ کنن تا اینکه با 10,000 افغانی یک نفر برسد، چون مستحق فقط یک نفر خواهد بود. دافرین که حامد خیلی براحتی بالا میره و خیلی براحتی پس پایین کشش میکنن حریفا. ببینیم حامد که بازم رفت به سمت پایین. دوستا تشویق ببینیم که بازم چی کسی میتونه. بکتاش هست. حالا بکتاش هست که به تنهایی به طرف 10,000 افغانی میره که بازم پایش لغزید و به سمت پایین آمد. نوبت حسین است. چهار نفر با هم درگیری، ولی حسین به تنهایی طرف 10,000 افغانی روان است. حسین رفت که 10,000 افغانی از خود کنه. ببینیم که حسین چقدر راحت هم میره که حالا بکتاش مس کرد. حسین هنوزم شانس داره که رفت. حامد صدیق و حامد همون جمعان هنوز هم جنجال بین 5 یار همتیمی جریان داره. ببینیم که سرانجام چی کسی میتونه و 10,000 افغانی خواهد برسونه. حالا بکتاش رفت ولی پس آمد. ببینیم که صدیق چی کار خواهد کرد. صدیق هم اجازه نمیده. حامد رفت به طرف 10,000 افغانی. خیلی عالی حرکت میکنه حامد، ولی منتظر چی هست که اینجا دیگه پاش لغزید و رفت و سمت پایان. بازم صدیق. دوستا تشویق. بازم صدیق و فرهاد و طرف پیسه میرن. فرهاد صدیق درگیر و بازم فرهاد رفت به سمت پایان. بله دوستای عزیز، حالا بکتاش با لباس زرد میره به سوی 10,000 افغانی. خیلی راحت حرکت کرد و حامدم در منزل میشه گفت اول منتظر است. منایف منتظر کی هست و چی میکنه. میبینیم که اجازه نمیتن به سمت 10,000 افغانی حامد بره. دوستا تشویق کنید که حامد بره به سمت 10,000 افغانی و صدیق هم تادر خزیز داد. فرهاد هم حامد زد. حامد خیلی خسته شده، خیلی خسته است. کسی که بطنهایی تیمش آورد به این مرحله، حالا خسته شیشته فقط نفعه را ایمانه و اصلا به سمت 10,000 افغانی هم نمیره. حالا که میخواست حرکت کنه که صدرهایش بکتاش میشه و همچون حسین. ببینی که سرانجام کی خواهد رفت. دوستان تشویق قامت رفت همون رای حسین به سمت پایان. حالا ببینیم که بکتاش نزدیک 10,000 افغانی هست.
که 10000 هم میگیره یا نه. نه خیر، او هم داده خواهد میده. حالا فرهاد به سمت 10000 هم گونه حرکت کرد، کم مونده که به 10000 خدا برسونه، ببینیم که خواهد رسید یا هم نه. حالا بکتاش و حسین مانه حرکت میشه، باسم حسین را بکتاش زد. این بار دیگه نوبت حواد است که برای مانه حرکت بکتاش با لباس زرد شد. خود بکتاش و هم دادون خواست میده. بله دوستو عزیز، ببینید که سرانجام چی کسی خواهد رفت. حامد درگیر بود با فرهاد، فرهاد رفت، حامد هم از پس سرش آمد و حالا نفر بعدی حسین از بالا به خندان، بالا به خندان میره. تشویق دوستا، تشویق دوستا، تشویق. بازم میبینیم که تعادل خواهد عزیز میده. حامد دوستای عزیز، تشویق فراموش نکنین که تشویقش ما باعث کی خواهد شد که یکی برنده شود. بازم حسین به سمت دعوزار رفت، تو هم تعادل خواهد عزیز میده. صدیق میبینیم که خیلی راحت به سمت دعوزار رفت، این حرکت را انجام میده و مانع حرکت هم فرهاد شد. حامد بازم رفت و یکی دیگر هم همراه خود برد. خیلی حرکت خطرناک بود، ولی به هر حال امیدوار که آسیب نیده باشه. حسین بکتاش به سمت 10000 افغانی راحت حرکت میکنه. حامد به دنبال ازی هست که اجازه نده و حالا بکتاش رفت، حامد هم رفت. میبینیم که فرهاد چقدر خونسرد، چقدر خونسرد آجنان اصلا 10000 میره. حالا اجازه نمیده چون که خیلی لغزش داره مواد کیمیایی. حتی چک 10000 افغانی ما کاملا افتاده چون که از بس که یا رفتن و پس خطا کردن لغزش زیاد شد. باسم تعادل خواهد از دست میده. بکتاش به تنهایی حسین رفت که 10000 را بگیره. حسین رفت، ولی حالا فرهاد مانع حرکت حسین شد. ببینیم که نفر بعدی کی است. نفر زرپوش بکتاش جان میره که مانع حرکت حامد شود. ببینیم که درگیری بکتاش و حامد در کجا کشیده خواهد شد. حامد رفت و حالا نوبت بکتاش هست که اردوشان رفتن. دوال هیچ کسی موفق نشده که خدا برسونه. دوستان عزیز، دوال کسی موفق نشد، باید 10000 افغانی یک نفر از آن خود کنه، وگرنه تمام خواهد شد. حتی زوربندا هم خطا خورد چون که اینا خیلی تعادل خواهد دادن. حامد رفت به سمت پول، حامد رفت، حامد میره که پول 10000 خود بره. بکتاش مانع شد و حالا همشان رفتن، همشان رفتن. دوال کسی موفق به گرفتن 10000 افغانی نشده. واقعا انصافا کار خیلی سختی بوده. بازی نقطه آخر بازی سختی هست، ولی جایزه بزرگ و 10000 افغانی داره. بکتاش کجا رفت؟ بکتاش رفت و با سختی و به 10000 افغانی رسان. خب دوستای عزیز، بکتاش جان با لباس زرد برنده 10000 افغانی شد و ختم بازی نقطه آخر هم بکتاش جان کرد. تبریک میگم برش. بیننده های عزیز، قسمت جالب بازی نقطه آخر را دیدیم که سرانجام بکتاش جان با لباس زرد موفق شد که برنده 10000 افغانی شود و رفیقای خود را شکست داد. چی احساس داری بکتاش جان؟ وقت بعد از هر پیروزی انسان احساس خدادادی خوشی رخ میده. خب بیشتر که من برنده 10000 شدم خوش نیه، بلکه بخاطر از خوشحال هستم که توانستم که ملت ما خوش بسوم با حرکتایم. ما گرچه یک معسل هستم، زیاد پیش برم یک فوتبالیست، از او زیاد من نمیتونم ملت ما خوش بسوم. با می حرکتای ما دیگرم تشویق میکنم بیاین بازی کنن، نه به خاطر خود، به خاطر ملت خود، به خاطر خیلی درد آور است که ملت خوش و خندان بسازن. تشکر بکتاش جان. بازی چه رقم بود؟ سخت بود یا نه؟ بازی که طبعا سخت بود، وقتی که دوستای ما رو چرک بخی سخت‌تر شد. افگار خونه شدی؟ حالا افگار نه، خیر ببینن وسایل مینی را فراهم کرده بودن، اما تدابیر گرفته بودن، افگار خونه شدیم. خب بازی خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. بله، از مخ جایزه بزرگ داشت. خب
دوستان عزیز، هرچند ما اینجا قسم اینجا را آماده کردیم که به کسی آسیب نرسه، ولی هرچی نباشه وقتی که با یکی دیگر برخورد میکنن طبعا افگار میشن. انشالله که امیدوار هستم که جای تو افگار نشده باشه. انشالله خوب هستم. و همچنان باید پول تمرایی ها به جانم نصف کنید، چون واقعا شما را به این مرحله رسان خیلی زحمت انشالله ممرای همت اعضای تیمم نرم انشالله تقسیمش خواهد کردم. بشک موفق باشید. زنده و سلامت باشید. خب دوستان عزیز، در اول اصلا حساب نمیشه سر آزادی، چون در بازی اول و دوم و سوم در مرحله اول خیلی ضعیف کار کردن، ولی در بازی چهارم که بازی سرنوشت ساز بود، حامد یکتنه تیم را آورد با 5000 افغانی برنده ساخت، با همچنان بازی آخر رسان. به هر حال حامد جانم کارهایی که انجام داد قابل قدر است و باید هم تیمی هایش قدر حامد جان را بدانند. به هر حال دوستان عزیز، برنامه تلاش برنامه چالشی، تفریحی و سرگرم کننده است، فقط به خاطر شاد ساختن قلب شما و آوردن تبسم به لبان شما هست. امیدوارم که از تماشای این برنامه لذت برده باشید. تا هفته بعدی که بازم اکیمیلا فروتن میزبان شما خواهم بود، شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. شاد باشید و سربلند.